سرخط خبرها. بخشی از وزارت اطلاعات ایران هدف تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا. وزیر خارجه دانمارک میگوید ترور افراد را در خاک اروپا بر نمی‌تابد. انتقاد تند اردوغان از مشاور امنیت ملی آمریکا. ترکیه میگوید از کردهای متحد آمریکا حفاظت نمی‌کند. دیدار غیرمنتظره رهبر کره شمالی با سران چین. و آرایش اسب‌ها با نقش و نگاری بر بدنشان. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری سه‌شنبه 18 دی 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران بابت آنچه برنامه ترور افراد در خاک اروپا خوانده وضع می‌کند. طبق بیانیه وزارت خارجه دانمارک، یک معاونت وزارت اطلاعات ایران و 2 نفر از کارکنان آن در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و دارایی‌هایشان بلوکه می‌شود. در ماه‌های گذشته چند ایرانی از جمله یک دیپلمات به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق و ترور یک فعال جدایی طلب عرب مقیم دانمارک در چند کشور اروپایی دستگیر شدند. ایران بارها این اتهامات را رد کرده. اواخر ماه سپتامبر، مهر ماه، پلیس دانمارک جاده‌های منتهی به سوئد را بست تا یک ولوای سیاه با پلاک سوئد را پیدا کند. بزرگراه‌ها برای چند ساعتی به پارکینگ تبدیل شد. بعدها معلوم شد که سرنشین آن خودرو یک نروژی ایرانی تبار بوده و اتهامش تلاش برای ترور یکی از رهبران گروهی جدایی طلب موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاحواز. گروهی که پس از حمله مرگبار به رژه نیروهای مسلح ایران در شهر اهواز و حمایت یکی از اعضای گروه از این حمله، نامش بر سر زبان‌ها افتاد. دانمارک به ظن تلاش ایران برای ترور آن فرد در خاک دانمارک، سفیرش را برای مدتی از ایران فراخواند. حالا پس از چند ماه ایران با مجازات‌های گسترده‌تری روبروست. وزیر خارجه دانمارک در توییتی گفته روزی مهم برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا توافق کرد که تحریم‌های را علیه دستگاه اطلاعاتی ایران بابت نقشه‌های ترورش در خاک اروپا به اجرا بگذارد. پیام مهمی از طرف اتحادیه اروپا که ما چنین رفتاری را در اروپا نمی‌پذیریم. اتحادیه اروپا قرار است این مجازات‌ها را از فردا به اجرا بگذارد. به گفته وزارت خارجه دانمارک این تحریم‌ها یک معاونت وزارت اطلاعات و 2 نفر از کارکنان آن را هدف می‌گیرند، از جمله شخصی به نام سعید هاشمی مقدم که گفته شده معاون وزیر اطلاعات است. قرار است این معاونت و اشخاص در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرند و دارایی‌هایشان بلوکه شود. علاوه بر طرح ترور در دانمارک، اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس هم برای ایران دردسرساز شده. پلیس بلژیک یک زوج ایرانی تبار را بابت این طرح دستگیر کرد و بعدها یک دیپلمات سفارت ایران در وین بابت دست داشتن در این طرح در آلمان دستگیر شد و به بلژیک تحویل داده شد. ایران همه این اتهام‌ها را رد کرده. بعدتر فرانسه دارایی‌های معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و 2 ایرانی را مسدود کرد. تمام این تنش‌ها در زمانی اتفاق می‌افتد که چشم امید ایران به اتحادیه اروپا است تا با ایجاد آنچه سازوکار ویژه نام گرفته، راه را برای تجارت خارجی ایران باز نگه دارد تا علی‌رغم خروج آمریکا، توافق برجام زنده بماند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آلمان با ماست. آقای براتی، در عمل تحریم کردن معاونت امنیت وزارت اطلاعات و 2 عضوی که گفته میشه از همکاران وزارت اطلاعات بودن چه معنی داره؟ اساسا مگر اینا املاکی داشتن در اتحادیه اروپا که حالا بخوان تحریم بشن؟ خب این مسئله جدید نیست، برمیگرده در حقیقت به حوادثی که مربوط به تظاهرات اعتراضی گسترده دی ماه سال 96 میشه. پس از اون تظاهرات
اطلاعات ایران، نهادهای امنیتی ایران اقداماتی رو در اروپا انجام دادن که نتیجه اون شد که نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی به برخی از شخصیت‌های سیاسی ایران که مقیم انگلستان، فرانسه، آلمان و سوئد هستند هشدار باش داد که اونها کشف کردن اقداماتی در جهت ردیابی کارها و فعالیت‌های اونها از طرف مقامات امنیتی ایران انجام می‌گیره. حال در اکتبر و سپتامبر و اکتبر سال گذشته میلادی که مسائلی که مربوط به سازمان مجاهدین خلق و یک شهروند عرب تبار میشه به این مسئله اضافه شدن، در حقیقت اون تصمیمی که اتحادیه اروپا الان گرفته در مورد به اصطلاح ضبط اموال که مربوط به نهادهای امنیتی ایران میشه، نهادهای امنیتی در کشورهای مختلف مراکز فرهنگی و چیزهایی به این نام دارن و این مراکز هم حسابهای مالی در برخی بانک‌ها دارن. این مراکز شناسایی شده هستن و اگر گفته میشه که دارایی‌های وزارت اطلاعات امنیت ایران ضبط میشه، مربوط به این نهادهایی میشه که به نام‌های گوناگون در این کشورها وجود دارن. خب کشورهای اروپایی گفتن که حفظ برجام رو و اقداماتی که در این جهت انجام میدن بخشی از حفظ امنیت کشوری خودشون میدونن، ولی این دلیلی برای این نیست که چشمشون رو بر روی اقداماتی که جمهوری اسلامی به عنوان اقدامات امنیتی خودش انجام میده ببندن. و به همین دلیل هم خب شورای وزیران اتحادیه اروپا حالا قرار فردا رسما این تصمیم رو که شما اشاره کردید بگیره. چه تأثیری بر آینده برجام و مشخصا سازوکار ویژه مالی که تلاش میکنه اتحادیه اروپا پیدا بکنه برای حفظ برجام میتونه داشته باشه این تحریم ها؟ خب در این مورد فکر نمی کنم که تأثیر بلاواسطه ای داشته باشه، ولی اتحادیه اروپا یک فهرست بلند بالای به اصطلاح تحریم های امنیتی داره که بعد از لغو تحریم ها این لیستی که مربوط به تحریم افراد و نهادهای امنیتی به ویژه در رابطه با مسائل حقوق بشری میشه، این به جای خودش باقی مونده. لیستی است معروف به لیست 931 در اتحادیه اروپا که در این لیست افراد و گروه های تروریستی نام برده میشن و هر 6 ماه یک بار این لیست تجدید و تکمیل میشه. اون چی که الان درباره اون مسائلی که شما گفتید مربوط میشه در حقیقت به تکمیل و تجدید این لیست بعد از برای 6 ماه آینده که قرار فردا انجام بگیره. متشکرم. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل با ما. وزیر خارجه بحرین در توییترش عکسی از محمود احمدی نژاد منتشر کرده. خالد بن احمد گفته این عکس پاسخ توییت وزیر خارجه ایران است که در آن تصویر دونالد ترامپ و مشاورانش را منتشر کرده بود. محمد جواد ظریف در آن توییت رئیس جمهوری آمریکا و مشاورانش را ناتوان از دیدن واقعیت‌ها و سلطه‌گر توصیف کرده بود و به سیاست‌های واشنگتن در برابر تهران تاخته بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا وارد اردن شده. اردن اولین ایستگاه آقای پومپئو در سفرش به خاورمیانه و شمال آفریقا است. او قرار است در این سفر به عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، عمان و مصر هم برود. آقای پومپئو در آستانه این سفر ایران و تروریسم را دو خطر بزرگ در منطقه خوانده. مهرنوش پورزیایی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. مهرنوش، چند هفته پیش که دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروهاش رو از سوریه خارج میکنه بسیاری متعجب شدن از تصمیمش. الان آیا آقای پومپئو فکر میکنی موفق بشه که متحدانش رو در خاورمیانه مطمئن بکنه از آینده سوریه؟ در واقع مأموریت آقای پومپئو تا همین جای کار هم مأموریت بسیار سختی هست، به خاطر اینکه هم انتقاد و هم نگرانی های بسیار زیادی مطرح شد از سوی متحدان واشنگتن، هم اسرائیل و هم متحدانش در منطقه خلیج فارس درباره تصمیم خروج از سوریه. این مأموریت الان سخت‌تر شده به خاطر حرفای ضد و نقیضی که مشاوران آقای ترامپ مجبور شدن دست کم برای اطمینان متحدان بزنند و کاملا در تضاد
هست با حرفای آقای ترامپ، مثل حرفای جان بولتون که در اسرائیل خروج آمریکا از سوریه رو مشروط به شکست کامل داعش و خروج کامل ایران از سوریه کرده. الان آقای پومپئو به نظر میرسه که به دنبال تغییر تمرکز در واقع توجه ها هست، به اینکه با به میون آوردن ایران یک روایت جدیدی از سیاست آقای ترامپ برای خروج از سوریه ارائه بده، چیزی که ما از مقامات کاخ سفید هم شنیدیم. اونها معتقدن روایت غلطی در مورد این تصمیم در رسانه‌ها جریان پیدا کرده. آقای پومپئو در آستانه سفرش گفته که ائتلافی که با متحدانش در منطقه داره ائتلافیه که در واقع خطرهای جدی یعنی تروریسم به گفته او و جمهوری اسلامی ایران رو تشخیص داده و به خاطر همین و مقابله با همین خطرهاست که تمام توانهای همه طرفهای این ائتلاف قرار جمع بشه برای مقابله با این تهدیدها. ظاهرا آقای پومپئو قراره یک سخنرانی در مصر بکنه که بسیاری اون رو با سخنرانی معروف باراک اوباما در ابتدای ریاست جمهوریش در دوره اول مقایسه میکنن. مشخص هست که قراره چی بگه؟ اینطور که به نظر میرسه، البته تاریخ دقیق سخنرانی هنوز مشخص نشده، اما کسانی که با سخنرانی و برنامه‌های آقای پومپئو آشنا هستند، پیشنویس سخنرانی رو تا حدی دیدن، میگن که احساسات به شدت ضد اوبامایی در این سخنرانی وجود داره. به نظر میرسه دست کم تا حدی آقای ترامپ و مشاورانش، دست کم دستگاه سیاستگذاری کاخ سفید، به شدت میخوان که خودشون رو از سیاستهای آقای اوباما در قبال سوریه متفاوت نشون بدن، به خاطر اینکه یکی از انتقادهای جدی در قبال تصمیم خروج از سوریه اینجا در واشنگتن این بود که همه میگفتن، حتی جمهوری خواهان، این یک اشتباه مثل اشتباه آقای اوباما در مورد سوریه هست. حالا تمرکزی که به نظر مثل سخنرانی آقای پومپئو در مصر خواهد داشت، این خواهد بود که تمام مشکلی که در سوریه به وجود اومده، در منطقه به وجود اومده، به خاطر سیاست غلط آقای اوباما بوده، سیاست غلط آقای اوباما در قبال سوریه و سیاست غلط اوباما در قبال نزدیک شدن به ایران با توافق هسته‌ای. باید ببینیم که در واقع در نهایت متن این سخنرانی چگونه خواهد بود، چون ممکنه در هر حال تا لحظه‌های آخر تغییرات زیادی انجام بشه روش. متشکرم. مهرنوش پورزیایی، خبرنگارمون در واشنگتن. مطبوعات ترکیه گزارش کردند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، حاضر نشده با جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، دیدار کند. آقای بولتون دیروز از اسرائیل به ترکیه رفت و گفت می‌خواهد از ترکیه ضمانت بگیرد که به کردهای سوریه حمله نکند. آقای اردوغان گفته که امکان ندارد این خواسته ای آمریکا را بپذیرد. آمریکا گفته یکی از شرایط خروج سربازانش از سوریه اطمینان از امنیت کردهای سوریه است که در 4 سال گذشته با داعش جنگیدند. ژیار گل گزارش می‌دهد. تصویر مشاوران رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه امروز در آنکارا. این تصویر حکایت از تنش بین دو کشور دارد. دیروز جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، به همراه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در رأس هیئتی برای گفتگو با ترک ها به آنکارا رفت. اما مطبوعات ترکیه میگویند رئیس جمهوری ترکیه حاضر به دیدار با آقای بولتون نشده است. جان بولتون بولتون و همفکرانش اشتباه میکنند. ما نمیتوانیم در این برهه مصالحه کنیم. به آنهایی که بخشی از کوریدور ترور در سوریه هستند درس خواهیم داد. هیچ فرقی بین PKK، YPG، PYD و داعش نیست. شاید برای ترکیه فرقی بین این گروه ها نباشد، اما برای آمریکا تفاوت ها فراوان. در 4 سال گذشته نیروهای کرد سوریه با حمایت ائتلاف رهبری آمریکا داعش را از بخش وسیعی از این کشور بیرون راندند. بیش از 12,000 نفر از نیروهای کرد در جنگ با داعش کشته شدند. آمریکا میگوید تا مطمئن نشود ترکیه متحدانش را در سوریه سلاخی نمی کند، از این کشور خارج نخواهد شد. ما درباره تصمیم رئیس جمهوری برای خروج از شمال شرق سوریه گفتگو می کنیم. تا به نحوی از سوریه خارج شویم که داعش کاملا نابود شود و نتواند بازگردد، ما همچنین باید از متحدان کردمان که در کنار ما با داعش جنگیدند حفاظت کنیم.
امروز جان بولتون در دیدار با مشاور رئیس جمهوری و مقامات نظامی و امنیتی ترکیه درباره امنیت کردها در سوریه، فروش سامانه دفاعی پیتریت و سلاح به ترکیه گفتگو کرد. آمریکا مخالف تصمیم ترکیه برای خرید موشک‌های دفاعی S-400 روسیه است. اما به نظر می‌رسد سفر آقای بولتون نتیجه مورد نظر را در پی نداشته است. ماه گذشته دونالد ترامپ ناگهان اعلام کرد که داعش شکست خورده و سربازانش به زودی از سوریه خارج می شوند. این تصمیم او انتقادات زیادی را حتی در بین طرفدارانش به دنبال داشت. ژیار گل، بی بی سی. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه می دیم. اتحادیه اروپا یک معاونت وزارت اطلاعات ایران را به اتهام ترور افراد در خاک اروپا تحریم کرد. رئیس جمهوری ترکیه به آمریکا هشدار داد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید با همکاری شرکای مناسب اجرا شود. در ادامه برنامه، آرایش اسب‌ها کسب و کاری که باعث شهرت جهانی یک آرایشگر در شمال انگلستان شد. رهبر کره شمالی در سفری از قبل اعلام نشده با قطار به چین رفته. گفته شده سفر کیم جونگ اون و همسرش به چین با دومین دیدار احتمالیش با رئیس جمهوری آمریکا مرتبط است. رهبران آمریکا و کره شمالی بار اول تابستان پارسال دیدار کردند. چین یکی از متحدان کره شمالی و شریک عمده تجاری این کشور است. هاوار جانگ، سردبیر بخش چینی سرویس جهانی بی بی سی در استودیو به ما پیوسته. هاوار، چقدر میشه توقعات واقع بینانه از این سفر داشت؟ این سفر از تمام چیزایی که ما می‌بینیم به نوعی یک سفر مشورتی است، به این معنی که رهبران کره شمالی و دولت کره شمالی احتمالاً می‌خوان یک دیداری با آمریکا برگزار بکنن، ولی قبل از این که بخوان با آمریکا وارد مذاکره بشن می‌خوان بدونن که درخواست‌های چین یا انتظارات چین چه هست. بنابراین قرار هست که اطلاعاتی رد و بدل بکنن در این سفر و همینطور که بفهمن که اگر ما از آمریکا چه این چیزی رو بخوایم آیا شما راضی هستین، اگر ما این امتیازات رو بدیم شما راضی هستین. به نوعی این تبادل اطلاعات هست. با توجه به تنش موجود بین آمریکا و چین چقدر مایله که واقعا کره شمالی و آمریکا با هم یک ارتباط سازنده داشته باشن؟ فکر میکنم بین چین و آمریکا این رقابت خیلی شدید شده. اگه گزارش هایی که اگه بخونید اون چیزی رو که آقای مایک پنس چند ماه پیش در آسیا داشت و بعضی از اعضای کابینه آقای ترامپ و این سیاست جدیدی که دارن در مقابل چین، میفهمیم که این رقابت خیلی شدید شده. رهبران چین این مسئله رو دیدن و فکر میکنن در طول 20 تا 50 سال آینده ممکنه این رقابت خیلی شدیدتر هم بشه. بنابراین این رقابت شدید همیشه باعث خواهد شد که یه بخشایی در سیاست بین المللی وجود داشته باشه که این دو قدرت با هم باید کار کنن و کره شمالی یکی از اونهاست. چین و آمریکا هر دو میخوان ببینن که چطور کره شمالی و کل کره در واقع از سلاح‌های هسته‌ای پاک میشه. اونها نمیخوان انتظاراتشون رو طوری برن جلو که نتونن چیزو کنن، ولی باید بدونین که هر دو طرف منافع مشترک دارن و هر دوی اونها میخوان از کره شمالی به عنوان یک سلاح این وسط استفاده بکنن. به خلع سلاح هسته‌ای اشاره کردی. تابستان گذشته به نوعی همه استقبال کردند، رسانه‌ها تصویر دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رو منتشر کردند، امید بود که خلع سلاح انجام بشه اما هیچ اتفاقی نیفتاد. آیا فکر میکنی که تغییری در معادلات ایجاد شده که خلع سلاح احتمالش بیشتر باشه از گذشته؟ از تمام نشانه ها و صحبت هایی که از کره شمالی میشه دید اینه که به نظر میسه اونا به نوعی جدی هستن، حداقل اینکه بیان و با برخی از درخواست های آمریکا موافقت بکنن. چقدر طول میکشه
چقدر چه راهی مونده تا برسیم به جایی که اونها به خلع سلاح کامل برسیم اونو نمیدونیم، ولی برای اینکه اونها این اتفاق بیفته اونها باید یک گارانتی هایی بگیرند از آمریکا. از دیدگاه کره شمالی میگم اونا باید اطمینان حاصل بکنن که اگر سلاح‌های هسته‌ایشون رو کنار بگذارن اون وقت میتونن به گسترش اقتصادیشون برسن و بتونن همین اطمینان رو از چین و آمریکا و همینطور روسیه بگیرن که رژیمشون برانداز نخواهد شد لحظه‌ای که کنار خواهند گذاشت. مثلا مثال صدام حسین است و لیبی و همه اینها. بنابراین تمام اون کارهایی که مثلا آمریکا کرده با این توافق هسته‌ای با ایران، بنابراین همه اینها رو باید در نظر بگیرن. چقدر احتمال وجود داره که اونها پیش برن و چقدر سریع پیش برن نمیدونیم، ولی به روشنی به نوعی یک وجود داره اون حسی که به سمت خلع سلاح هسته‌ای برن. متشکرم هاوارد جانگ، سردبیر بخش چینی سرویس جهانی بی بی سی. بعد از پیروزی 5-0 ایران برابر یمن در جام ملت‌های آسیای 2019، زنگ خطر برای دیگر مدعیان قهرمانی به صدا درآمده. حالا ایران روی بازی دوم گروه مقابل ویتنام متمرکز می‌شود. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما سر تمرین امروز تیم ملی هم حاضر شده و این گزارش رو فرستاده. ایران جام ملت‌های آسیا رو سراسر حمله شروع کرد. با گل مهدی طارمی در برگشت شوت سردار آزمون، تیم ملی از حریف اولش یمن جلو افتاد. نیم ساعت بعد از شروع اندوخته ایران سه برابر شد. اول ضربه ایستگاهی دژاگه کاپیتان تیم که با کمانه تیر و دروازه‌بان یمن گل شد و بعد ضربه سر دقیق طارمی روی سانت دقیق‌تر رضاییان. در نیمه دوم آتش بازی ادامه داشت با دو گل روی دو ضربه ایستگاهی. آزمون از فاصله نزدیک گل چهارم رو زد و سامان قدوس با شوتی سرزد نتیجه نهایی رو ثبت کرد. ایران 5 یمن 0. بازیکنان یمن که این روزها دوران خوبی را در زندگی شخصیشان پشت سر نمی‌گذارند، سرخورده استادیوم رو ترک کردند. اما ایرانی‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند. من مطمئنم تمام تمرکزمون رو بازی بعد بازی و ویتنام که انشالله اونم بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. دل مردم ایران شاد کنیم که سنگ تمام گذاشتن برای ما. همیشه بازی اول یه خورده چون تیم‌ها شناختی از هم ندارن یه خورده سخت میشه. چند دقیقه اول هم بازی گره خورده بود، ولی خدا رو شکر تونستیم گل بزنیم و الحمدلله. مهم این بود که بازی اول رو با برد شروع کردیم. هر بازی برنامه خاصی واسه خودش داره. قرار نیست چون تو جام جهانی ما دفاعی بازی کنیم، حالا اینجا هم بخوایم دفاعی بازی بکنیم. و خب این بازی و اون آنالیزایی که ما میکنیم واسه هر تیمی. اما در تورنمنت های عمده لحظه غفلت میتواند به معنی خداحافظی باشد و با سه امتیاز هیجان زده شدن هنوز زود است. میدونیم که دیروز تیم ما بدون عیب نبود. باید سعی کنیم که در خیلی موارد بهتر از این باشیم. اگر می‌خوایم در مسابقات به مراحل بعدی برسیم، باید بهتر از این باشیم. اینجا اومدیم که روی اون قسمت‌هایی که فکر می‌کنیم خوب نبودیم کار کنیم. نفراتی که جلوی یمن در ترکیب اصلی بودند، فعلا به اندازه بقیه در تمرینات فشار نمی‌آورند. ولی در یک تیم 23 نفره همه باید آماده باشند تا هر لحظه با تصمیم کادر فنی نقش خود را ایفا کنند. آرامش بعد از طوفان، فردای برد پرگل مقابل یمن، تیم ملی از نظر ذهنی و فیزیکی دوباره خودش رو آماده میکنه چون راه فینال طولانیه و 6 اسکاه دیگه وجود داره. حریف بعدی ویتنام همینجا در ابوظبی. پوریا ژافره، بی بی سی. پلیس آلمان یک مظنون حمله سایبری به اطلاعات شخصی سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و افراد شناخته شده را بازداشت کرده. پلیس گفته این فرد 20 ساله 2 روز پیش بازداشت شده و خانه‌اش را در شمال فرانکفورت گشتند. هکر یا هکرها بعد از حمله سایبری اطلاعات شخصی سیاستمداران آلمانی را منتشر کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یکی از قربانیان این حمله سایبری است. همه احزاب غیر از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان هدف این حمله بودند. فرانک مکنیت رهبر حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در حمله 3 مهاجم در شهر برمن به شدت زخمی شده. حزب آقای مکنیت گفته مهاجمان با ضربه باتوم بر سرش او را بیهوش کردند و کتکش زدند. آنها از یک کارگر ساختمانی که به کمک او آمده قدردانی کردند.
پلیس آلمان میگوید انگیزه این حمله سیاسی است. حزب آلترناتیو برای آلمان یک حزب محافظه‌کار تندرو با اعتقادات ضد مهاجرتی است. وکیل مدافع کارلوس گون، مدیر عامل پیشین شرکت نیسان میگوید ممکن است موکلش 6 ماه دیگر هم در زندان بماند. آقای گون 64 ساله سه شنبه برای اولین بار از زمان بازداشت ناگهانیش در ژاپن حدود 50 روز پیش در دادگاه حاضر شد. او در حال حاضر متهم است که ضرر و زیان سرمایه‌گذاری شخصیش به ارزش 17 میلیون دلار را پای شرکت نیسان گذاشته. کمتر از نصف زنان در پاکستان به ماما دسترسی ندارند. در مناطق کوهستانی هیمالیا زنان بدون کمک پزشک زایمان می‌کنند. زنانی که در میان هیمالیایی‌ها به زنان خارق‌العاده معروفند. شعربانو یکی از زنانی است که می‌خواهد این جای خالی را پر کند و مامایی یاد بگیرد. این داستان شعربانوست از زبان خودش. نشمردم ولی فکر کنم بالای 100 تا بچه به دنیا آوردم. برای این کار پولی به من نمیدن. یه نفر ممکنه به هم چایی بده، یکی دیگه هم 100 روپیه. مردم اینجا بیکار و فقیرن، اما من با این وجود کمکشون میکنم. من شهربانو هستم. از 10 سال پیش مامایی میکنم. وقتی که بچه خودم به دنیا آمد، ما در روستا هیچ مامایی نداشتیم. زایمانم 2-3 روز طول کشید. درد زیادی داشتم و همون وقت تصمیم گرفتم از این به بعد مامایی رو یاد بگیرم. هیچ امکاناتی در هیمالایا نیست، حتی یه ماشین، اما اگه هر وقتی از شب و روز با من تماس بگیرم من در دسترس هستم. وسایل مامایی و دستگاه فشار خون رو هم خودم خریدم. من به دیدن زنای باردار میرم تا ببینم حالشون چطوره. به اونا پیشنهاد میدم که چه چیزایی بخورن و چگونه از خودشون مراقبت کنن. اگر بارداری طبیعی باشه اون وقت آنها رو خودم زایمان میکنم. وقتی کارم رو شروع کردم من تنها ماما بودم، ولی الان 3 یا 4 نفر دیگه هم به این کار مشغول هستن. اما باز هم این تعداد برای منطقه به این بزرگی کافی نیست. امیدوارم به ما امکانات مناسب بدن. وقتی میبینم که اونا بزرگ میشن و به مدرسه میرن خیلی خوشحال میشم. فکر میکنم خدا هم از من راضیه. حس میکنم همه اونا بچه های خودم هستن. شاید شما درباره پیرایش اسب‌ها چیزهایی شنیده باشید، اما آرایش موی بدن اسب‌ها چطور؟ این کاریه که یک آرایشگر در شمال انگلستان به اون مشغوله. مهارت ملودی هیمز در خلق تصاویر مختلف روی بدن اسب‌ها باعث شده او شهرتی جهانی کسب کنه. یان هازلم گزارش میده. این روموست، اسبی که نماد آرایشگاه هست و آخرین مدل موی بدنش را به نمایش می‌گذارد. او باحال‌ترین اسب اینجاست، اسبی که بقیه می‌خواهند شبیه اون باشند. من خیلی گوزن شمالی رو دوست دارم. فکر کنم اونا خیلی بامزن. واسه همین سر گوزن رو اینجا روی پشتش درآوردم. ملودی از 9 سالگی اسب‌ها را پیرایش می‌کند، اما در سال‌های اخیر خیلی چیزها تغییر پیدا کرده. من به صورت سنتی اسب‌ها رو آرایش و پیرایش می‌کردم. بعد یه روز یکی از مشتری‌ها از من خواست که روی پشت اسبش یه ستاره رو در بیارم. من گفتم چرا که نه. بعد از اون این کار رو ادامه دادم. در واقع بعضی از کارهایش را باید از نزدیک ببینید تا باور کنید. فکر می‌کنم سخت‌ترین، خاص‌ترین و پرجزئیات‌ترین کاری که انجام دادم تصاویر مربوط به سرخپوستان آمریکایی بود. ساعت‌های زیادی رو برای پیاده کردن هر طرح صرف کردم. برای اجرای هر طرح چند ساعت وقت صرف می‌کنی؟ تقریبا برای اجرای فیزیکی هر کار چیزی بین 8 تا 10 ساعت. با این وجود درآوردن این طرح‌ها ممکنه تا 6 هفته هم طول بکشه. و بسیار این تلاش‌ها را تحسین کردند. کارای او فوق‌العاده‌اند، بی‌نظیرند. کاراش باعث افتخار منه، چرا که اونا عالی‌اند و منو به گریه میندازن. آیا تا به حال به خاطر کارات ازت انتقاد شده؟ خیلی زیاد. بعضیا با آرایش اسب‌ها به این شکل مخالفن، به خاطر اینکه مردم نمیدونن که این کار برای سلامتی اسب انجام میشه. ما میتونیم از پوست و سلامتی اونها محافظت کنیم. تنها تفاوت روش سنتی و خلاقانه اینه که شکلش فرق داره و به چشم میاد. ملودی حالا برای کسانی که میخواهند راه او را ادامه دهند کلاس‌های آموزشی برگزار میکند. In her footsteps, Ian Haslam, BBC Northwest Tonight, Berry.
بعد روز گذشته برق وارداتی به کابل و 6 ولایت دیگه افغانستان قطع شده. علت قطع برق درگیری در نزدیکی مرکز ولایت بغلان اعلام شده، جایی که دو خط برق وارداتی از ازبکستان از اون میگذره. اگر زندگی شما هم تحت تاثیر قطع برق قرار گرفته، امروز در برنامه هشتگ شما از مشاهدات و تجربیاتتون میشنویم. با این شماره ها و نشانی ها که روی صفحه میبینید با ما تماس بگیرید و بگید مشکل کمبود یا قطع برق رو چگونه حل میکنید و فکر میکنید افغانستان چگونه و از چه راهی میتونه به طور دائمی یا دراز مدت مشکل برقش رو حل کنه.